درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه 8 مرداد ماه همراه ما باشید. خبرگزاری صدا و سیما از شلیک دوباره موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در رزمایش پیامبر اعظم 14 و این بار از اعماق زمین خبر داد. تلویزیون ایران تصاویر شلیک این موشک‌ها را منتشر کرد. این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام سه‌شنبه از آزمایش موشک‌های بالستیک توسط ایران در خلیج فارس به شدت انتقاد کرد. صادق سعادتیان معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند به نام دولت ثبت شد. او گفته با این اقدام کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی 1 سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست. او در این حال گفته که مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی 68 و 69 در دست بررسی است و قطعاً با حکم قضایی حفظ خواهند شد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز چهارشنبه خبر داد که 15 استان ایران از جمله تهران همچنان در وضعیت قرمز و 11 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. بنابر گزارش‌ها از شب گذشته 2 بار تنش و درگیری در میان زندانیان زندان مرکزی ارومیه باعث مجروح و زخمی شدن دست کم 11 زندانی شده است. فضای این بند همچنان متشنج گزارش شده و توسط گارد زندان در محاصره قرار دارد. 3 ماه بعد از اعلام خودمختاری جدایی طلبان یمن موسوم به شورای انتقالی جنوب، این گروه اعلام کرد طرح خودمختاری را لغو می کند و آماده مذاکره با دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد و عربستان سعودی در یمن است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا برنامه خروج سربازان خود از آلمان را اعلام کرده که بر اساس این برنامه تقریباً 12,000 سرباز آمریکایی از آلمان خارج خواهند شد. از این میان 6,400 نفر از سربازان آمریکایی به کشورشان برمیگردند و 5,400 نفر از آنان نیز در اروپا جابجا خواهند شد. مراسم حج در عربستان با 10,000 نفر زائر آغاز شد. فقط شهروندان کشورهایی که در حال حاضر مقیم عربستان سعودی هستند اجازه شرکت در این مراسم حج را یافتند. زائران علاوه بر تست کرونا از قبل از شروع مراسم در قرنطینه بوده و بعد از زیارت نیز میبایست در قرنطینه بمانند.